الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همه ما میدانیم که الله متعال ما را در دنیا آفریده، منتها سرای جاویدان ما، مقصد نهایی ما این دنیا نیست. همه من و شما در این دنیا مسافر هستیم و هر شخصی برای چند روزی و چند سالی فقط در این دنیا خواهد بود. این یکی از توصیه های رسول الله صلی الله علیه و سلم هست به حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه که این نقطه را به خاطر داشته باشد و مد نظر قرار بدهد که این دنیا دارالقرار نیست، محل جاویدانی برای ما نیست، بلکه مسیر سفر ما هست و مسیری هست که ما باید از این عبور بکنیم و به دارالقرار خودمون و به مأوای جاویدان خودمون که جهان آخرت هست برسیم. یک روزی رسول الله صلی الله علیه و سلم آنگونه که عبدالله ابن عمر میگوید، شانه حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه را گرفتند و به ایشان یک توصیه نمودند. این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم از این قرار بود که به ایشان فرمودند کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، در دنیا آنگونه زندگی بکن گویا که غریبه هستی یا رهگذر هستی. این دنیا همان گونه که عرض کردم مسیر زندگی ما هست، مسیری هست که باید از آن عبور بکنیم و جایی برای ماندگاری و برای استراحت دائمی نیست. همین مطلب را رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که ای عبدالله ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، و در ادامه فرمودند وعد نفسک من اهل القبور، ای عبدالله در دنیا مانند غریبه ها زندگی بکن، غریبه باش یا مانند رهگذری زندگی بکن گویا که رهگذر هستی و خودت را در شمار مردگان و اهل قبور قرار بده. فکر بکن که از دنیا رفتی و خواهی رفت، امروز و فردا یا هر روز دیگر که مرگت فرا برسد این دنیا را رها خواهی کرد و به جهان آخرت می رویم. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه این فرموده رسول الله صلی الله علیه وسلم را آویزه گوش خود کرده بود و همیشه در ذهنش و خاطرش این توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم وجود داشت، تا جایی که عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که این مطلب را به خاطر می آورد و توصیه رسول الله صلی الله علیه وسلم را ذکر می کرد، در ادامه می فرمودند که اذا امسیت فلا تنتظر الصباح و اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اگر شب شد امید فردا را نداشته باش که فردا روز خواهد شد و تو زنده خواهی بود، اگر روز شد انتظار شب را نداشته باش، یعنی اینقدر به خودت امید نده که من تا شب زنده هستم یا از امشب تا فردا من زنده هستم، و خود من صحتک لمرضک و من حیاتک لموتک، و زمانی که سالم هستی آذوقه ای را برای بیماری خودت فراهم بکن، و اکنون که زنده هستی اسبابی را وسایلی را برای مرگ خودت فراهم بکن. پس بنابراین ما هم توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم را باید همیشه در ذهن و خاطر خودمان داشته باشیم که این دنیا دارالقرار نیست، بلکه مسیر عبور ما هست و ما در دنیا غریبه و رهگذر هستیم. انسانی که در یک منطقه غریبه هست، رهگذر هست، به هیچ چیز آن منطقه دل نمی بندد و در هر جا که می رود چون که وطن خودش نیست، غریبه هست، احساس وحشت می کند، آرامشی به اون دست نمی دهد. پس بنابراین من و شما هم در دنیا باید این گونه باشیم، غریبانه زندگی بکنیم به این معنی که به این در مسیر زندگی خودمان به این دنیا دل نبندیم، ما رهگذر هستیم، باید در فکر مقصد خودمان باشیم. این توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. اگر ما این توصیه را به خاطر داشته باشیم قطعا برای فردای خودمان و قیامت خودمان فکری خواهیم کرد و قیامتمان آبادتر از دنیای ما خواهد بود.
به امید این که هم در دنیا ما سرفراز و سربلند باشیم و در ناز و نعمت الهی قرار بگیریم و هم در آخرت الله متعال ما را مغفرت بفرماید و جایگاه جاویدان ما را در بهشت برین خودش قرار بدهد. شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.